پروژه کاسا 1000 پارسال میان کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد. بر بنیاد این پیمان روند انتقال برق از قرقیزستان به تاجیکستان، افغانستان و پاکستان آغاز خواهد شد. ما خوشبین هستیم در سالی که پیش رو داریم کار عملی و ساختمانی پروژه ها شروع بشه و تا پایان سال 2018 این پروژه ها تکمیل بشه. پروژه توتاب یکی دیگر از پروژه های مهم برق افغانستان است. این پروژه لین برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می دهد. کارهای ساختش تا پکتیار در بخش شاندن پایه ها رسیده و قرارداد کابل الا غزنی صورت گرفته که دو فیلن کار جیران داره، البته بخشون تا سیدآباد و سیدآباد الا زابل فیز دومش هست که فیلن در حالت تدارکاتی است. پروژه تاپی نیز از بزرگترین پروژه ترانزیتی انرژی در تاریخ افغانستان گفته می شود که گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می یابد. امنیت یکی از فاکتورهای اساسی برای تمام پروژه های زیر بنایی است. اگر امنیت پروژه ها تامین نشه می تواند تاثیرات منفی مستقیم روی پروژه ها داشته باشه. دولت وحدت ملی تلاش خود داره که مسیر این پروژه ها را امنیتش را تامین کنه. اما در حالی که حکومت وحدت ملی امضای این پیمان‌ها را با کشورهای همسایه از بزرگترین دستاوردهایش می‌داند، آگاهان می‌گویند که این پروژه‌ها درگیر مشکلات سیاسی هستند. فرض کنیم یه چنین چیز انتقال بدیم، سرنوشت با سرنوشت ایرمی لاینای برق عینش مشابه است. ما روزای اول که لاین برق اومد ما گفتیم که یک وقت ما که امنیت زیر گرفته نتونیم، ما به تاریکی خواهد شد و به سردی. ببینید که ما یک پایه نمیتونیم ایجاد بکنیم. اگه چندین پایه را بزنن چطور میشه؟ اگر بس کمی خرابترش چطور میشه؟ با عملی شدن این پروژه ها میلیون ها دلار سود به حکومت افغانستان خواهد رسید و نیز از برق و گاز این پروژه ها افغانستان سود خواهند برد و نیز زمینه کار برای هزاران تن مهیا خواهد شد.